امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. در سالهای گذشته رهبر سوار نظام بودم. نیزه یه طلایی در دست داشتم. مانند یک ببر در دشت به دنبال دشمنان می دویدم و اونها رو می کشتم. هر کوه تایی بود که پدر بزرگ شمشیر رو به من داد. از اون زمان این شمشیر رو به تک تک مبارزات بردم و بدون اون هیچ جا نرفتم. پدر بزرگم ازم خواست زمانی که سرزمین از دست رفته از دودمان جین پس گرفته شد به اینجا بیام و برای اون تعریف کنم. اسم شمشیر گوانگ فوه. سرزمین از دست رفته رو برای دوباره یک پارچه شدن چین پس بگیر. نبرد در راه میهن. هر اهریمنی که از مرز عبور میکرد به عنوان یکی از بازماندگان امپراتور اهریمنها در نظر گرفته میشد.
آنها بلافاصله دستگیر شده و در زندان مهار کننده زندانی می شدن. تالیا قط نداری یه انسان باشی. تو خود شیطانی. اگه میخوای دخترتو پیدا کنی این آخرین فرصته. تانجری تو کجایی؟ پیدات میکنم. چطور جرأت کرده یه فرمان روا رو بکشه؟ امید انسانهای میرا چه بیهوده است. زنده بودنم معنا داره. یه رمان میتونه واقعیتو تغییر بده؟ من باور دارم که میتونه. در چین، افسانه جنگجویان بی‌رقیب برای همیشه بر سر زبان‌ها بوده. این جنگجویان جزو برترین مبارزان بودند که قدرت‌های خود را از الهگان و زمین می‌گرفتند. هر اتحادی با آنها باعث افزایش قدرت می‌شد و هر نبردی آنها را قوی‌تر می‌کرد. اونا می‌تونستن قدرت کیهانی باور نکردنی را در بدن خودشون داشته باشن. جنگجویان بی‌رقیب توسط الهگان انتخاب می‌شدند و برای اداره کردن ارتش‌های بزرگ و تسخیر جهان به دنیا می‌آمدند. شما می‌تونین بگین جنگجویان بی‌رقیب برگزیدگان هستند. سلاح‌ها سرنوشت و روحیه دارن. اونا صاحب خودشون رو انتخاب میکنن. هرچه مخالفای بیشتری بکشن سلاح‌ها هم قوی تر میشن. یادتون میاد سلاحی ما از سنگ معدن خون ساخته شده؟ اونا قدرتمندتر میشن چون خون بیشتری میدوشن. اگه خون صاحب سلاح باشه چی؟ چیزی نبودم جز یه فرقی از این که تو اومدی از نمی که من نشان دادی آمد منه که نجاتت بودم. سلسله جنگجویان.